یکی از منتظرین برام نقل میکرد. مطلب بسیار قابل تأملیه برای اون عزیزانی که قصد زیارت اربعین رو دارن. تعریف میکرد که سال، حالا درست یادم نیست، 94 یا 95، همون سالی که یه آزادی خیلی خاصی برای عبور زوار محقق شد، یعنی افراد حتی اون سال با کارت ملی و شناسنامه هم مشرف شدن و همون یه سال هم بود که اینقدر برای عبور آزادی محقق شد. میگفت اون سال جمعیت زوار رو پشت مرز دیدم، جمعیت عظیم زوار، خیلی خوشحال شدم، افراد زیادی داشتم، مشرف میشدم. تو دل خودم گفتم که درصدی از این جمعیت هم تحت قبه مقدس دست به دعا بردارن، یه تأثیر قابل توجه انشاءالله تو فرج مولامون خواهد شد. این جمعیت زیاد مدام تو ذهنم میومد و بابتش خوشحال بودم. حرکت کردم، ابتدا رفتم سامرا، بعد کاظمین زیارت کردم و از کاظمین پیاده به سمت کربلا راه افتادم. تو تمام مسیرم دعا و ذکرم برای فرج بود. خلاصه رسید کربلا، گفت رفتم تو یکی از مواکب یه استراحتی کنم، خوابم برد. تو عالم خواب دیدم که توی سالن بسیار بزرگی هستم، مثل حرم‌های اهل بیت، همون مثل رواق‌های حرم امام رضا علیه السلام. جمعیت خیلی زیادی اونجا بودن، یه تعدادشون رو هم میشناختم. یکیشون حاج آقا قدرت الله لطیفی نسب، خدا رحمتشون کنه، میگفت ایشون رو هم دیدم و میدونستم هم که فوت شده. اومد کنارم و گفت که قرار حضرت ولی عصر علیه السلام تشریف بیارن اینجا. تا شنیدم خیلی خوشحال شدم و منتظر بودم تا یه مرتبه در باز شد و امام عصر علیه السلام وارد شدن با چه ابهت و جلالی. تا اونجایی که بیان میکرد وقتی حضرت عبور میکردن، دیوارهایی که ایشون از کنارشون رد میشد حضرت رو احترام میکردن و صحنه عجیبی بود. میگفت شکوه و جلال ایشون وقتی ورود کردن به قدری بود، یه جوری بود که نفسم بند اومده بود، اصلا نفس نمیتونستم بکشم، اینقدر با ابهت. تشریف آوردن و جایگاه مخصوص خودشون نشستن و چیزی که به وضوح به چشم میومد ناراحتی شدید حضرت بود، به حدی که از شدت ناراحتی شونه های ایشون می لرزید. به هر حال نشستن و جلوی ایشون یه چیزایی مثل نامه و یه چیزایی دیگه مثل اسباب بازی بود که همونجا متوجه شدم اینا درخواست ها و حوائج مردم هست. بالاخره نشستن و اشاره فرمودن که درها رو باز کنید. درها رو که باز کردن، سیل جمعیت هجوم آوردن داخل، که می گفت باز تو همون عالم رؤیا متوجه شدم اینا زوار اربعین هستن. و امام عصر علیه السلام در حالی که به شدت ناراحت بودن و حتی روی مبارکشون رو هم کمی برگردونده بودن، این نامه ها و اون چیزهایی که شکل اسباب بازی بود رو به مردم دادن و جمعیت متفرق شدن. میگه وقتی متفرق شدن، حضرت سر مبارکشون رو بلند کردن و نگاه کردن به من و فرمودن که مردم به خاطر همینا میان، کسی به خاطر خود ما نمیاد، کسی هنوز خود ما رو نمیخواد. و تو این خیلی عظیم جمعیت افراد بسیار کمی هستن که به خاطر خود ما میان و من از اونا راضی هستم. که بیان میکرد حضرت به عدد فرمودن تعداد این افراد رو، که این عدد نسبت به این جمعیت بسیار بسیار ناچیز بود. عزیزان، ما مسئولیم. این مطالب و این گلایه هایی که داریم از اول شخص عالمه و برا ماشی ایان تأسف بار و بسیار شرم‌آور. یه کاری کنیم و یه قدمی برداریم.